اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم آقای این عزیز تسلیت درز میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت شما امسال انشالله خراره به یک مبحث جدید بپردازیم در ادامه همون بحثمون تا انقدر خودش ویژه هست که بخوایم سرفصل جدا تعریف کنیم ما سالهای گذشته راجع به ظرفیت های تمدن سازی قیام آشورا صحبت کردیم چهار سال شد سه سال شد الان حضور ذهن ندارم امسال راجع به شبکه سازی بیت میخوایم صحبت کنیم اینکه اهل علیه مسلم چطور تونستند از یک جامعه امام کش یک جامعه منتظر بسازن یک جامعه ای که امام زمان بینشونه میکشنش تا منتج میشه به جامعه ای که ندیده دنبال امام زمانش قیام میکنه چلو خورده ای سال میجنگه جلو کل دنیا وای میسته از چپ و راست بالا و پایین تحریم میشه جنگ رسانه ای میبینه و این تقریبا معجزه است یعنی خودش یه معجزه است و این اتفاق در بستری از منطق هم صورت گرفته یعنی کاملا قابل رسد نه اسای اجده شده نه کسی روی آب راه رفته نه دریایی شکافته شده یعنی در دسترس ماست باید بیاییم راجش بحث کنیم عرض کردیم ما در سخنرانی های دیگه نه سخنرانی پارسال محرم در سخنرانی های نود دا ندوبه داریم میگیم که ما با یک شبکه مواجهیم یک شبکه طراحی شده بسیار هوشمند و در عین حال ساده سمپل اما بسیار هوشمند و اسمارت شبکه ای که ارتزاق میکنه ما اسم شبکه هم گفتیم شبکه ولایت و امامت که همه عضو بشیم هر کسی توی یه جای این قراری مثل این شبکه های هرمی که هست یکی بالاتر یکی پایین ها گفتیم ارتضاق میکنه از عقل و فطرت یعنی ریشه هاش از عقل و فطرت مینوشه توش عقلانیت و اخلاق درست و نیکو مبناست که به صورت ویژه در ماجرای کربلا این جوشش اخلاقی و حماسی است که مردم رو جذب میکنه این تابلوی ورودی شهرمونه آقا هر کی میخواد باشه به کافر مسلمان مسیحی هر هستی باشه بیا اینجا راد میدن یه قواعدی داره که ابو عبدالله میفرماد بر مبنای اون من دارم قیام میکنم امر به معروف و نهی از منکر یعنی اون قواعد حاکم بر این شبکه معروف و منکره قانون و ضد قانونه کی قانون و ضد قانون رو تعریف میکنه؟ قرآن اهل بیت میگه این شبکه دائم در حال دستگیری از همن به هم کمک میکنن خطاهای هم و به هم برادرانه گوش زد میکنن تا همه با هم رشد پیدا کنن وگرنه اون سر شبکه که امام معصومه که کارش درسته چون و ترکو که قائما و ترک کردن تو را تنها و قیام کرده سور جمعه تو که تنهایی تو قیام تو کردی امام همیشه قائمه و قیامش انجام چرا این اتفاق نمیفته چون اعضای این شبکه فعضا و او تجارت نو لحبن انفضو علیها چون سرشون تو آخره یا بیزینسه یا تلحب و میا فقط فکر می‌کنن چهجوری پول در بعد میان پول در خرجش کنن خرج درست هم نه خرج له ولا فاذا را او تجارتا او لهوا یعنی ببینن فزو الله پراکنده نمیشن میرن سمتون و ترکو ترک کردن که تو یه نفر را قائما بر همین ظهور شکل میگیره پس این شبکه باید تربیت بشه ساز و کارش اون قواعدش بود قانون معروف منکر هر چی آقا معروف منکر چه المعروف ما امرتم به هر چی شما اهل بیت فرم امر کردید معروف و المنکر ما نهیتم عن هر چی هم شما نهی کنید ما انجام نمیدیم ببینید بذار اینجا چش بذار اون طرف چش عقلم به نمیبندم ما گفتم از عقل ارتزاق میکنه به این فکر میکنم که چرا معصوم گفت اینو بذاری اینجا این که درسته بفهمم چرایی این درستی چیه حالا که دستم به معصوم نمیرسه ببینم میتونم یه لیوان دیگرم بر بذارم یا نه اخباریگری قرار رو بکنم فقط اون روایت رو ببینم یا نه برم به اون مبانیش برسم به اون اصولش برسم خودم هم این کار رو بکنم خب معصوم روایت در اینترنت نداره نبوده اما آیا من میتونم به مزه دهن معصوم برسم به منظومه فکری معصوم برسم خودم حالا این کار بکنم اصلا دنبال سازوکارش چیه؟ اون قواعدش بود سازوکارش چیه؟ حب و بغز یعنی این ولایت درش محبت هست میگه اعضای این شبکه نسبت به سر شبکه محبت دارن کشش دارن اسمش میاد دلشون میلرزه گریهشون میگیره حرارتون فی قلوبه وصل دلهاشون به هم هنوز امام حسین شهید نشده چرا مشکی تنمون میکنیم چرا شور محرم از ده روز قبل از شهادت آروم آروم میگیره ما رو چون امام زمان از آدار میشه به همین سادگی تعریفش همینه چون قلب امام زمان غمگین میشه شیعیان مغناطیس دارن درک میکنن مثل این دلگیری غروب جمعه یعنی شما رو حس میکنی چون معصوم خیلی داریم امام رضا نسبت به امام کازم فرموده امام کازم نسبت به امام صادق فرموده همینطور امام هم جواد نسبت به امام رضا فرموده که ما از اول محرم دیگه پدرمون خندان نمیدیدیم اهل بیت ویژگیشون سبک زندگیشون بوده که شوخ و خندان بودن لبخند در لبشون نمیافتاده همیشه تبسم به لب داشتن اما از اول محرم کات قد گفتن چرا چیزی میدیدن که ما نمیبینیم وقتی پرسیدن مثلا ما میبینیم از ساق عرش یه پیراهن خونینی آویزون میشه اون قلب میگیره دل ما میگیره قطعا امام زمان در راه پیمای نظر داره که یه های دل ها اینجوری میچرخه آدم که تو خونه خودشون تا سر کوچه تا نونوایی رو با ماشین میرن یا یه 100 کیلومتر 80 کیلومتر 150 کیلومتر اونجا راه میرن این اصلا یک مبناست برادر من خواهر من که ببینی جامعه محبان اهل بیت عموما روی چه مسئله کشش دارن خودتو با اون بسنجی بگی چرا من کشش ندارم یه کارم داره میلنگه ها برم ایراده رو برطرف کنم تنظیمات هم ریخته به بعد برگردم و تنظیمات کارخونه مبناه بین محبان اهل بیت نه هر کسی محبان اهل کشش رو چی دارن امام زمان می فرماد قلب ما اهل بیت قلب ما امام ظرف مشیت الهی است خدا بخواهد ما میخوایم اصلا زمان نداره ها اصلا اینجا زمان زمان کلن بذارید کنار تو این مباحثات زمان ما ساختیم زمان برای ما ساختن که ما بتونیم بفهم چجور داریم زندگی میکنم زمان اعتباری ها. زمان اصلا وجود نداره تو این فیلم ها هم که میسازیم میرن گذشته میان آل آینده همجه با. و این ها روح که چیزا نیست هم کسایی که مثلا تجربه نزدیک به مرگ داشتن میگم یه ما اراده میکنم آینده رو میدیدیم اراده میکنیم گذشته رو میدیدیم مثلا خیلی ساده است یعنی ما مجبوریم پس از عقل و فطرت ارتزاق میکنه با قوانین معروف و منکری که قرآن و اهل بیت مشخص کردن با هم ارتباط دارن سازوکارشون حب و بغزه حب خب نسبت به هم بغز نسبت به دشمنانه من باید برم یه فکر به حال خودم بکنم اگر ببینم نسبت به دشمنان اهل بیت کشش دارم این یعنی بازم تنظیمات هم ریخته به سراحت آیه قرآن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیا مطلقا نواد ولایتونو تو دلتون راه دید راه دادی باختی از خودشی و تو از آنهای داری ما میگه تو خودت از اونها میشی تو خودت از اونها میشی اگر این راه افتاد پیغمبر اومد جلو شما اسا انداخ اجدها شد دریا شکاف کارهای هالیوودی و خیلی چشمی و بسری ببینی بازم کله پا میشی میره سراغ گوساله قموسا چرا چون یؤمنون بالجبت و تاغوت یؤمنون بالجبت جبت فرهنگ مصر باستان میگفتن ای اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر ولایت اونو پذیر محبت داشون گوساله تو دلشون آیه قرآن میگه ما هر کاری میکنیم قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است گاف که دوست داشتن نداره خب این گاو گاو طبیعی نیست این نماد خدایی مصر باستانه همین الان جلو وال استریت در امریکا اون گاو طلایی رو کماکان گذاشتن تو امریکا یه قلباشون از محبت اون فرهنگ اون نماد اون فرهنگه نوشیده است فلزا قیام حضرت موسی محکوم به شکسته کسی نیست میگه مراقب دلت باش حل دین الا الحب و آیا دین جز حب و بغضه تمام دین در همین خلاصه میشه کیو دوست داری که دوست نداری با همون کسی که دوست داری محشور میشه اون کسی که محبوب اصلیست اون دنیا کشش اصلی بر شما وجود میره با همون شفاعتت با همون جفت میشی شفاعت شفع یعنی دوتا یعنی جفت به عربی و شفع البته جفت و تاق زوج و فرد دوتا یکی میگه کی شفاعت هم میکنه همون که روح تو و ادراک تو متوجه به اوه اون کیه؟ اون ممکنه یه فرد باشه برای همین موقع جون دادن اگر چیزی اون محبوب اصلی رو زمین باشه بد جون میدی سخت جون میدی خدا به دادت برسه چون بی خیال نمیشین ول بله نمیکنه متوجه اینه حتی قبض جان صورت گرفته رفته هنوز در عذابه تا موقعی که این توجه کاسته نشه از بین نره خیلی هم درد داره اون طرف همینجا خودمون اون اگه این توجه برداریم خیلی راحت هرچی میره اون مرحله بعدی سختتر میشه مثال براتون زدم گفتم مثل چی مثل این که میگه اینجا یه خورده آب بپاشن رو صورتت چیزی نمیشه یکم خاکم بپاشن چیزی نمیشه اما اگه همین رو گلش کنن دردت میگیره بزن تو صورتت باز با همون گلم قابل تحمله اونجا اگه نتونی یعنی حلش بکنی مرحله بعد اون خوش شده یه تیکه میزنن یه گل خوش شده رو می... اونجا باز نتونی حل کنی میزنش تو کوره یه صفال تی... یه تیکه آجور میکنن تو صورتت از آب و خاک میرسی به آجور میگه تو آب و خاک حلش کنید همین بر انتظارم نداشته بشه خدا قواعدش رو برای من شما تغییر بده این قاعده هستی خیلی ها خیلی یاد داریم برید بخونید این روایت های خیلی عجیب غریبه فراوان داریم و اصل که نقل شده از این دست میگه طرف تا لحظه که کل استخوناش خاک نشه چقدر طول میکشه این روحش متوجه این بدنش به داره عذاب میکشه چون این دلبسته همین بدنش چون صبح تا شب تو این زندگی برای این بدنش کار کرد. صبح تا شب برای شکمه جون کنده صبح تا شب برای زیر شکمه جون کنده فقط به همین داره فکر میکنه صبح تا شب گوش کنید صبح تا شب براش مهم بوده مردم در مورد قیافه من چه نظری میدن آی این قیافه چه بلاها سر خیلی ها خواهد آورد صبح تا شب براش مهم در مورد اندابه من چه نظری میدن این سخت میکنه نمیگه بهره نبر از این دنیا همین رو خدا فردی استفاده کن اما گیرش نمون ماشینر سوار شو ماشین سوار تو نباشه تصادف کرد جهنم واقعا اگه به اون مرحله رسیدی چیز از دست رفت بلا تأصول ما از دست رفت اون موقع بردی یه چیزی هم به دست آوردی خندت نگیره تا یه تعریف ازت کردن خیلی بابا اینا یه روز میاد یه روز میره این نیز باگذارد. دنیاییه یه روز از دنیا له شماست یه روز علیه شماست یه روز باید حال میکنن یه روز با... باید فوش میدن اصلا نباید برد مهم باشه سمره این چی میشه این شبکه از عدل و عقل از عقل و فطرت ارتزاق کرد با قانون معروف و منکر امام حسین میفهمه هدف ها... قیام معروف و منکر این تو جامعه شکسته میخوام اون شبکه رو دوباره احیا کنم بعد سازوکارش حب و بغض بود سمرش میشه چی؟ عدل و حکمت یعنی حکمت ساری و جاری میشه تو اون شبکه بین اون انسان ها آدم حکیمی میشن و عدل رو شما میبینی و ملعت ظلمن و جورا قبل زور جامعه شکل میگیره که آبستن و در آماده چه اتفاقیه؟ زایش یک دنیای جدید که اون دنیای جدید ملعت قسطن و عدله اینو دیگه شیعه روش اختلاف روش اتفاق نظر دارن این شبکه چجوری ساخته میشه چجوری تا اینجا کشون یه دقیقه صبر کنیم اینو چند بار گفتم اما لازمش دارم تو این مقدمه امسالم ببین ما یه امام داریم امام حسین آقا هر کاری که میتونستن بکنن کردن اون روز هر مدل بازی میخواستن در بیارن در آورد. هر جنایتی که به ذهن آدم برسه رو اومدن انجام دادن به بچه شیش ماه رحم نکردن این جامعه مسلمونه این حب و بغزش قاطی شده معروف و منکرش ریخته به هم یعنی اون کسایی که حق امیر المومن قصب کردن بلایی سر این شبکه که پیامبر ساخته بود آوردن سرطان گرفت نمیدونست کیو باید دوست داشته باشه که دوست نداشته باشه میگفتن بغزن لعبیگ ما از بابات بدمه تو اصلا باید بابایی رو دوست داشته باشی شرط مسلمانی دین بوده مودت فی الغربا من مودت میخوام در مورد نزدیک کنم چیکار کردن خب حضرت زهرا که در دیوارون امیر المومن اونطور زدن امام حسن رو که بهش رم نکردن پیکر متحرش رو تیر بارون کردن عدد عجیب قرمی همینگه تا هفتاد تا تیر از پیکر از پیکر ایشون بیرون آوردن تیر بارون کرده بودن امام هم که دیگه شما اگه این می‌خواستی خدای را که با دوستی نکنی <laughs> چیکار می‌کردین که دوستیه بسم الله من کنتو مولا فواز علی مولا باش هر چی شما میگی این ولایت نیست این گفته من علیه دوست دارم آقا دمتون گرم میشه کسی شما دوست نداشته باشید شما دوست داشتنتون اینه دشمنی بخواد بکنید چی کار میکنید یعنی اون سیستم ریخته به هم حالا ائمه باید با صبوری با سبوری یعنی ویژگی که الان تو این شبها خواهید دید انشالله که به شرط زنده بودیم گفتیم خواهید دید که اصلا ویژگی این کار اون که از اول شما شاخص میبینید صبر ما ها میخوایم اون کار خودمون همیشه به نتیجه برسونیم نه من تا اینجاش انجام میدم بقیهش با بعدیه بقیهش با بعدیه به دل چیکار کردن از یه جامعه امام کش درب داغون وکول یه مش حیوان به معنی واقعی کلمه وحوش به یک باره یه امام میگذره امام سجاد امام باقر امام صادق چار هزار تو شاگرد دارن آقای امام سجاد میشه بفرمایید چیکار کردی شما چیکار کردی با این جامعه شما که تحت نظری شما که صبح تا شب علیتون دارن میزنن شما که خودت هم به شهادت رسوندن چی کار کردی ما دنبال اینیم میخوام این چطور از یه جامعه امام کش یه, یه کاری کردن که یه امام میگذره دوتا امام بعدی صادقین علیه ما سلام به امام باقر امام صادق میگن صادقین علیه ما سلام شاگرد دارن عجیب قریب میگه آقا میرفتی تو مسجد فلانجا وارد میشدی میدیدی هزار نفر نشستن دارن قال از قال الباقر میگن هزار نفر تو یه مسجد فقط میشه چی کار کردید شما حکومت هم دستتون نیست دولت هم دستتون نیست بلکه علیه شماست ما دو اونیم اهل بیت علیه مسلم تو چه جامعه محشور شدن تو چه جامعه این رسالت رو بر خوده گرفتن که وصف و اون جامعه زمان میبره که ما نمیخوام وقت جلسه رو این بگیرم مثال بوده دیگه جاهلی یارو بعد دختر بچه خودش رو زنده به گور میکرده دیگه آقا حقوق حیوان جون مادر بیا پایین با حقوق حیوان چه بچهش بدون یه رو خاکش میکرده یکی شما بشه پایین من گفت من یه جای خورد دلم لرزید یا رسول الله, رسول الله. رسول این دختر رو بردمش اینو زنه قایمش کرده بود نامرد داده بودش به یکی از این بادی نشینا من فهمیدم دیگه هفتش سالش شده بود لو رفت آورد دیگه یه رزاری رو انداختن گفت بچته ببین چقدر خوشگله ببین چقدر خوبه فلان گفتم آره باشه کارش ندارم بده من ببرمش دوری با هم بزنیم یه بچه رو رفتیم تو بیابون با همدیگه دیگه چاله هر کندیم گفتیم بازی میخوایم بکنیم این رو تو اون چاله همجه خاک میریختم اینجا میگفتن بازیه دستش تو دستم بود دیگه یه های خاکار که ریختم و زیر نگشت داشتم این انگشتم توی دستش بود اینجوری فشار داد فشار داد فشار داد تا خفه شد مون اینجا یه من دلم لرزید یا رسول الله این الان چی میشه حکمش فکرم بس باشه دیگه توضیح ندم بعدش چه جامعه از این جامعه توی جامعه بیه بساری که ایثار میکنه فداکاری میکنه خون میده برای بغل دستیش جان میده خونش رو نصف میکنه هیچ کس جز اهل بدیم کنه اصلا خدا در به ترین جا رو انتخاب کرد فقط برای اینکه پوزنی کنه در بدترین مکان و بدترین زمان ممکن این بزرگوار اونجا مبوز شد میتونستن هزار سال بعد مبوز شد ها؟ یه جای دیگه به جای اینکه تو اونجا باشن تو ایران باشن تو مصر باشن تو روم باشن این ست که تمدن داشتن دو اخ تمدن چطور چه روم بودن افتخارشون این بود که تو فلان جنگ چند تا آدم کشتیم مهم چیزو بیان این جامعه رو بسازن با وجود چی؟ عدم همکاری کشت و کشتار خونه نشینی تبعید قتل توهین توهین سازمان یافته میگه بر هفتاد هزار منبر علی ابن نبی طالب لن میشد هفتاد هزار منبر یعنی میگن چی؟ یعنی کل جامعه اسلامی طرف یادش رفت لن کرده امیر رو تو نماز کفاره این یه مسجد ساخت شد مسجد ذکر که من این ذکر یادم رفت این تذکر رو مثلا در جامعه اینطوری اومدن بدون کارهای هالیوودی بدون اساجدها ها کردن نه که حالا دارید به پیامبر خود نه میخوام بگم این بسری با عقل و عدل و رحمت و دوستی کردن یعنی این مودت رو اینها اومدن انجام دادن به مردم کاری که اونها باید انجام میدادن اینها اومدن دوستی کردن در مورد امام سجاد نقل شده که طرف پیرمرد شامیشون رو دید هرچی از دهنش در اومد داد بعد موالی حضرت دوربری حضرت قاطی کردن برم بزننش حمله کردن سمتش نمیتونن تحمل کنن حالا اینا توضیح میدم اینا کیان اینا کجا پیدا شدن دور بر حضرت تا رفتم بزنش حضرت فرمود که نه نه, نه این کاری نداشته باشید ایشون اون چیزایی که از ما دیده مبتنی بر اونها این فشار داده خدا رو شو که خدا ستار العیوبه اگه اون چیزهایی که از ما پنهانه خدامون فقط میدونه ما بنده های خود انجام میدیم چ؟ یارو خجالت کشید گریهش گرفت یعنی دقیقاً برعکس به محسن داره فوش میده از تو فوشات معلومه فوشا شامیه مال شام بلش کن الان که فوش دادی دادی جا خواب داری تو مثلا غریبی دیگه تو مدینه داری فوش شامی میدی یعنی اهل شامی این شبهاتی که تو داری میگی توی اهل شامه تو اینجا غریبی نزیلی اینا جا, خ... جا خواب داری قزای نونی چیزی این یهوی اصلا این اصلا آدم سرد و گرم میشه یا این طرف رو نگاه میکنه یه جانوری مثل یزید میبینه این طرف رو نگاه میکنه واقعی هره میبینه که حالا میگم چی شد قبلا هم اشاراتی بوده این طرف رو نگاه میکنه یهوی اصلا خورشید میبینه یه چیز دیگه راجع به این شبکه چجوری ساخته شد امسال صحبت کن سیره امامان ما علیه مسلم دقیقا شبیه کویه یخ یه بخشش پیداست کوه همینجوری دیگه بخش دیگه چی پنهان و میخوام تاکید کنم که این دو بخش پیدا و پنهان اولا با هم اشتراکات دارن یه جنسن منتها کاملا متفاوت تا حالا هر چی شنیدیم هر چی شنیدیم ماجرا اون بخش پیدا بوده ما اون بخش پنهان اون بخش امنیتی اطلاعاتی ماجرا که شبکه سازی کردن برامون صحبت بکن. و, و این و این نکته که جالبش اینجاست که در بسیاری از موارد اون بخش پنهان خیلی بزرگتر بوده. و خیلی ریشه دارتر بوده و اصلا در موارد زیادی در بخش پیدا فریب داده معصوم طرف مقابلشو. یعنی دستگاه امنیتی خلفا فکر میکردن فهمیدن چی شده گلر خورده بودن بدبختا. تو پازل حضرات داشتن بازی میکردن زمین بازی رو معصوم طراحی رایی میکرد استادانه یه جا باید در بیاد اینجا دیگه میگه آسا ستالای باد شما بهترین سیاست مدارا بوده از کجا و سیاست چه سیاست مداری کردید که ما ندیدیم نه حالا ببینید حز خواهید برد انشالله اصلا عجب و چقدر ما تحتیلیم <تص> اینو متوجه خواهیم شد چقدر رها کردیم این سیره رو یعنی شما با یه آدم 250 ساله مواجهی شما دوازده تا امام نبین یه نفر ببین این یه دوی امدادی دویدن چوبر دادن نفر بعدی دویده چوبر دادن نفر بعدی دویده هر کدوم نقشه خودشون رو به نه و عالی انجام دادن تا رسید توی جامعه امامت رو به دست گرفته که هنو هفتاد هفتاد و پنج روز از رهلت پیامبر نگذشته از شهادت پیامبر نگذشته که اون فاجعه رو درست میکنه و کسی هم ککش نمیگزه حضرت زهراب حسنین رو سوار میکنه سوار مرکب میکنه میفته در تک تک خونه ها رو میزده میگه قدیر یادتونه یا نه پس کجایی؟ تو با کن دیگه یعنی اون جامعه رو تحویل گرفته هیچ کسی رو نداره هیچ کس بارها و موارد متحده رو از ذهن میفهم ای کاش به جای مثلا مسلم برادرم چیز عقیل برادرم جعفر زنده بود ای کاش به جای این عباس اموم حمزه رحمت الله علی زنده بود اگه بود قیام میکردم نه هیچی رو ندارم اما همین امام 25 سال بعد با رأی اکثر مردم امام به خلافت میرسه. امام که بوده یعنی حکومت هم بهش میدن چی شده تو این 25 سال این جامعه اون لحظه که پیغمبر دیده بوده اینجوری به امام پشت کرده حالا 25 سال صبح و شب نقل حدیث از پیغمبر ممنوع بود در زمان خلفا خیلی عجیبه یعنی شما حق نداری از پیغمبر حدیث نقل کنی چرا چون اگه حدیث نقل می‌کردی هر چی حدیث نقل کنه می‌رسید به علی ممنوع شد اگر این کارو می‌کردی شلاق می‌خوردی بدبخ یه حدیث خوند آوردن زدنش درازش کردن زدنش موقع بلند شدن محکم بلند شد گفت درازش کن یه دور دیگه شلاق بزنی تا تو باشه دیگه سیخ بلند نشی احساس کرد چه بازی داره در میاره این تو اون جامعه 25 سال یه کارای کرده حضرت دیگه حضرت این مرتدان قریشی رو جمع کرد رو. یک بیس اقتصادی براشون گذاشت شروع کرد چاه کندن زمین آباد کردن همین الان حالا هم بریم مدینه اب آر علی چاهای علی ابن عبی طالب هنوز داره آب میده بعد 1400 سال هست تابلو داره من تو اینترنت سرچ کنید میتونه که نرفتن بعد 1400 سال چاهای علی ابن عبی طالب هنوز داره آب میده نخل بکاریم ای بینه این نخل 15 سال دیگه جواب میده آقا برای کار شبکه سازی پول لازم داریم پول نداریم پول نداریم اوایل زندگی هزارات به شدت در فقر بودن اونها هم خیلی استادانه اون چیزی که پیام... به دستور خدا پیام برگذاشت یعنی چی؟ فدک گرفتن گرفتن که هیچ نداشته باشن امیر المومن هم دنبار مالندوزی نرفته بود حضرت سردار جنگی بود صبح تا شب تو جنگ بود بعد بک اینو قدرت رو به دست گرفته بودن هیچ چی نداشت هیچ چی نداشت جنگ تموم شده و اومده و هیچ چی نداشت شروع کرد زمین آباد کرده حالا اینا زمان میبره دیگه یه نخلو به کار الله مثلا ده سال چقدر طول میکشه این نخل سون بخواد بار بده بعد با اونو وقف بکنی به فقرا کار فرهنگی کنی کار اقتصادی کنی گشنه ها رو نجات بدی تو همون هیروبیر حواست باشه خلفا خرابکاری نکنن <applause> چون جنگای درست میکردن نزدیک بود کل اسلام به باد بدن مشاوره درست هم بهشون میداد کسی که جلو چشش همسرشو زده بود میرفتش مشاوره میداد امیرالمومنین تو سر ماجره جنگ ماجر قادسیه پرسیدن گفتش که من خودم میخوام در جلودار جنگ باشم برم خلیفه گفت همه هم گفتم برو اگه میرفت تموم بود کار امیر ما فهمون؟ نرو تو بمون تو مدینه سپاه تو بفرست چون اگه تو رو بزنن تو مثل حاکم مثل اون چوب وسط آسیابه که گرد اون همه چی میچرخه اون چوب کنده بشه آسیاب دیگه کار نمیکنه یعنی مشورت درست میداد برای حفظ اسلام همین کسایی که حالا شما فکر کنید که ما بگه اسب دیابوه برای سالهای نوری ما از این شبکه فاصله داریم یعنی حب و بغزمون حب و بغز اهل بیت نیست خب واسه شخصیه نفسه برای همون مشکل گیر مشکلاتیم تازه من به زرس قاطع به شما میگم ایرانی ها جز بهترین هان با شناخت دارم به شما میگم جز بهترین هان این مردم مردم خوبی هن. اما خب برای اون که بشن جامعه ای که ظهور شکل بگیره اون شبکه که درست بشه ظهور شکل میگیره زمان داریم فاصله داریم این کشش محبت به شما برادر خدا نکرد بمیره یا عزیز که کسی دست مید. بعد آقا میگین بچه شکار کار میکنه بیمه کاری بکنیم بیمه بود یا نبود ها پولی میگیرش میاد یا نمیاد یه کاری کنیم برای بچه داداشمونه آقا طرف پسرش مرده میگین بچه نوه‌های من چیکار کنن چجوری فکری همین صبح دو نوت بگفتم اصلا در جامعه ای که علوی باشد اهل بیتی باشد شما یه دونه فقیر نباید بتونید پیدا کنی یتیم خونه اصلا معنی نداره چون سری بچه‌ها رو هم دیگه خوشون ب... پخش خوشون بزرگ میکنن عین بچه خودشون کاری که امیرالمومنین کرد فرزندان ابوبکر رو آورد تو خونش بزرگ کرد و از محمد ابن عبیبک شهید ساخت می فکر کنید کاری که پیامبر انجام میداد فرزندان حاله دختر فرزندان حاله خواهر خدیجه سلام الله علیها رو برداشت آورد بزرگ کرد این دخترای خودش که عثمان با دو تا از اینا ازدواج کرد عین دخترای خودش جامعه باید یتیم خونه داشته باشه جامعه باید زندانی مالی داشته باشه ببین گشنه نباید داشته باشه یتیم یتیم خونه نباید داشته باشه و زندانی مالی نبود حالا که نفر مجرم اقتصادی اون نوش جونش زندانی مالی نداشته باشه و یطعمون الطعام على حبه مسکینن و یتیما و اسیرا میگه اینا افطاریشون رو دادن به اینا انما نطعمكم لوجه الله ما برای خدا داریم این کار انجام میدیم این جامعه امیر امیرالمومنین باید آماده کنه خونه دل خورد دستا پینه زد حضرت اوزا به حدی حد در مورد تاریخ نقل کرده میگه حضرت رسید یک قرون پول نداشت یه زنی اون بغل بود گفتش که اگه از این چاه بر من آب در بیاری به ازای هر سطل یه خورما بد میدم که بخوری امیران مهم است این تناب نداشتن اون موقع این تنابار از همین دیف خورما درست میگم برگ خورما بسیار تیزه نم دیدید یا نه خیلی اصلا دستو میبره اگه اینجوری کشیده بشه این با کاغذ دستتون بریده خیلی بدتر از اون سفتر و تیزتره میگن از اون چخ آورد بالا دستا پر خون شده بود دیگه پیدا نمیکنه کسی مثل امیرالمومنین که میگه در ملک سلیمانی خود کارگری کرد آماده میکنه تحویل امام حسن امام حسن باید این نیروها رو حفظ کنه وقت جنگ نیست. بعد این نیروها حفظ بشه. ولو حالا بیان تو خیابون بهت فوش بدن. ای السلام علیک یا مذلل المؤمنین سلام خوب ما مؤمنین رو ذلیل کردیم ما دوستشون بریم به جنگیم بریم دعوا جلامون رو گرفت ترسیدی نه؟ بعد این حفظش و حجت رو تمام کنه مردم دلبری کرده براشون معاویه میگه نگاه کن ببین این حسن جا پای باباش میخواد بذاره. باباشم عزیز دل من نرفته با ایرانیا به جنگه نرفته با رومیا به جنگه نرفته با مصریا به جنگه نرفته برامون غنیمت بر ما عرب بیاره سه تا جنگ داشته با خود ما عربا جمل با صحابه پیغمبر جنگیده سفین با ما جنگیده نهروان با, با, و حافظان قرآن جنگیده که پیشانیاشون که بره بسته بود از شدت سجده میبینید علی مسلمان کشته حسن هم میخواد اون رو بره عمل روانی این بود رسانه این بود ما اصلا بچه خوشو تحمیل کنید این جامعه چاره جز اینه که دست ماوی رو بشه اومد یه قراردادی بس در دوازدت و شرط گذاره که همه رو زد زیرش کار به یه جریس که ما فقط این آخریه رو نگه چی بود؟ میگفت لعن نکنید تو مسجد امیر المومنی رو منبر تو رس... منبر یعنی رسانه ها تو کانال تلگرامیتون تو اینستاگرامتون تو چه این اینور اونور لعن نکنید کار <تصفح> به ای جای رسید دیگه گفت نه هر چیو رو بگذرم اینو نمیگذرم من اگه مردم از علی دور نکنم که دو تا خبر در مورد علی ابن ابی طالب بهشون برسه که برگشتن بیچاره جالب به حد حکومت رو میخواست سلنامه که برای محمد حسن فرستاد اهل سنت میگن بدو... امضا کرد گفت هر چی میخواد دوش بنویس هر چی بنویسی من قبول میکنم جالب یکی از نکاتی که امام حسن نوشته نکات مالیه میگه سالی انقدر پول باید بدی شما آیه ولایت رو وقتی داره مثال میزنه میگه و یا از زکات و هم اون یعنی تو ولایت امیرالمومنین صحبت زکات یعنی آیه مردم اگه شما زکات ندید اگه پول ندید اگه پول ندید این جلسه ها برگزار میشه و خود مردم باید پول بدن مردم باید کمک کنن این اصله نه دولت ها که فردا یه اصلاح طلب رفی اصول گرام و یه اصول و یه اصلاح طلب و یه همه چی چل... پاشه خود مردم امام حسین این جامعه اینجوری تحویل میگیره همون کاری که امیر المومنین میکرد همون آباد کردن نخلستان ها همون کار اقتصادی حضرت ادامه به این موقفات اضافه میکن میرسه به امام حسین اینجا امام حسین اینا مفصل و من با سرعت دارم میگم دوره امام حسن خودش کلی حرف یه دهه بعد راجع حرف زد منتها اینجا دیگه بزاعت ما این نیست میخوام زودتر برسیم تو اون دورای شکوفایی عجیب غریب که از امام صادق عملا شروع میشه کنشگری مستقیمه تو زمان امام سجاد پنهانه حالا از خواهم کرد فردا ببین چقدر عجیب میشه من چی کارو کرده حضرت سجاد علیه و وای بر ما که از همچی امام یه امام بیمار کنج خیمه فقط داریم تعریف میکنیم خدا به داد اون برس یعنی من خودم برای خودم این رو مطالعه میکنم و نه برای بیارم سخنرانی کنم خودم علاقه دارم برای خودم یعنی وقتی مثلا اولین بار این مسئله برای خودم میخوندم و داشتم کشف میکردم میشنیدم این کتاب اون که اون منبر این نمیدونم سند اون سند شرمنده امام سجاد شده بودم عمیقا از تمام وجود احساس شرمندگی میکردم چون ما چی شناختیم از ایشون اصلا من به شما بگم دوران به دوران قبل و بعد از امام سجاد تقسیم میشه واقعا همینه دیگه قبلش امامو دارن تکه تکه میکنن بعدش یه امام امامو بعدی چهار تا شاگرد دارن آقا شما چیکار کردی؟ امام حسین میاد دیگه انحرافات به یه حدی گذشته این جنازه نیاز به شوک داره شوک و عبا عبدالله میده شوک و عبا عبدالله میده میگذاره امام سجاد جمع کنه ماجرا و حضرت به نه و حسن زیر, زیر تمام دوربینا این کارو کرده گفتیم نه اصلا شده نه هیچی دیگه میخوایم اون سیره رو یاد بگیریم پس این یک خط و هدف چیه؟ هدف آشنا شدن با مشرب منظومه فکری و مزه دهن امام هست چجوری کار میکن؟ که ما یاد بگیریم تو اصر غیبت شیعه با کشف همین سیره پنهانی و به کار بستن اون به نیابت از امام معصوم جامعه رو آماده کنه ما با جامعه امام کش مواجه نیستیم خیلی جامعه خوبی داریم چرا نتیجه نمیگیریم سیرا نمیشه سر هم یه حجاب نگاه کنید قصه مملکتو پیامبر چه جامعه تحویل رفته؟ 7 8 9 مدل فقط زنا داشتن چیزی که هنوز تو اروپا قفله اونا داشتن گفتم زشت دیگه نمیخوام اینجا بگم دوباره چه مدلایی داشتن آقا شما چند تا از اینا مثلاً چارمیخ کشیدی چند تاشون مثلا دار زدی چند تاشون خاک کردی چند تو مذاب مواد مذاب ریختی چه جوری اینجا مرجم کردی چرا اون سیره دم دست من چرا نمیتونم برم سراغش هست نمیری سراغش چرا چون طراحان این برنامه های فرهنگی تو مملکت ما از این سیره بسیار دورن یه جدی میگم بسیار دوره دیروز پری روز یه قاضی اومده بود دفترمون قاضی بود بعد ایشون قاضی پرونده های مواد و مخدر این چیزا بود مورد یه مشورت داشتیم با هم دیگه میکردیم سوال داشتم ایشون سوال داشت بعد خیلی نگاه بازی داشت بهش گفتم تو خیلی فرق داری با بقیه قضات من با خیلی اشون جلسه داشتم گفت آخه من آخه من تو محلمونم یه مجموعه دارم کار فرهنگی میکنم همین باعث شد این نگاه ایجابی داشت میفهمید مسائلو رو. همینا رو یه کار حیاتی کرده بود این آدم رو زعباد کرده بود این آدم رو میان ای کرده بود متفاوت حکمی داد میفهمید دنبال دنبال رفع علت بود نه معلول اونو میخواست حل بکنه اومد بود بنده خدا پیش من میگفت شما بیاد قدرت رسانه ای داری میتونی مطالبه اجتماعی به وجود بیاری بیاید مثلا این کار انجام بسیاری از قاچاقها داره با کارت ملی ملت بدبخت بیچاره پیرزنای تو روستاها داره انجام میشه قاچاق ارز گو میرن اونجا 200 هزار تومن بهش میدن کارت ملیشو میگن گوشت نون شبش گو اگر این کارت ها به این کد ملی ها وصل باشه یه سامانه یکسانی باشه فلان تو رو خدا جلو بسیاری از این پرونده گرفته میشه. جالبه این گزارش نکرده فقط برای بالایش به بالایش هم گزارش داده اما میگه که مردم باید بفهمن اینو بخش دیگه چون اینو واقف نیست تو کار فرهنگی نکردن که کجا کار فرهنگی کرده اصلا من خب با خیلی مسئولین آشنایی دارم میشناسم میشن. تو جلسه مشترک دیدمشون ایشون که خودشون دستی بر آتش دادن اصلا یه جور دیگه فکر میکنن اونا که قور در انتزائیاتن و توی فرمولای تخیلی خودشون که یه دونه کاسه ماس بردنیم بریم لب اقیانوس اینو دوغش کنیم هیچ چیز دیگه دوغ چیست؟ ترکیب ماس با آب یه خب حالا بریم یه اقیانوس دوغ درست کن ماس با آب قاطی شد دیگه خیلی از اینا ما دیدیم خیلی شوته شوت شد؟ اصلا بعدیش اینه که نمیفهمه نمیفهمه یعنی هر چی بهش میگی نمیفهمه که نمیفهمه همیشه هم برمیگردن اینجوری الحمدلله خب خدا یک عنایت ش... ویژه‌ای به شما که همین شکلا عنایت ویژه‌ای یعنی من دلیلش هم نمیدونم طبعا نباید به تو این عنایتو میکرده یعنی شکل بادی لنگویج بنده خدا اینه عنایتی که جوونا ها... هر وقت من بچه خودم تو خونه ما با منبری شماست اصلا یعنی ناراحته ببین آجی بابا چه وضعشه آقا به خدا خدا که لطف داره در این شکی نیست دادش اشتباه داری میزنی تو همین کارا کنی جواب میگیری یا <applause> آقا شما راجع چیزی داری حرف میزنی محصول دارم حرف میزنم راجع تئوری من راجع چیز آماده دارم حرف میزنم دلیلش چیه من به شما میگم دلش هم چهار تا کتابی که ما خوندیم <تصف> مطالعه که ما کردیم چیزا نیستن سیره اهل بیت معنوس باشید با قرآن معنوس باش با قرآن معنوس باش سیره اهل را رو پیدا می‌کنی و اخلاقتم هم رعایت کن خودت اخلاقت هم رعایت کنه در عمل باید رعایت بکنی یعنی میخونی حزم میبری امام معصوم بهش در دادن همینجوری نگاه کرده بعد پیش میاد که به تو هم فوش میدن یه جای بعد وایسی نگاه کنی اونجا ببینید نه دقیقاً برعکس شیوه و بر روش ما معصوم انجام کفگرگی و چیزی تو صورت یارو به خودت که میای میبینی بدبخت بعد شست و وخیه بخوره فوشه بوغدار کشیدی به طرف رفته تموم شده تازه داغ بودی سرد شده تازه می عجب نه اینا خیلی فاصل است بین حرف و عمل نه در عمل اتفاق بفتید من نیستن برای همین نمیتون کار کنن اهل بیت این کار انجام نیم ما میخوایم با اون شیوه آشنا بشیم بیم انجام و این باز در چه شرایطی بوده؟ گوش کن. در شرایطی که شیعه مسابقه رو برابر شروع نکرده میگم پنیم صد هزار تا صحابه داشتی چند تاش معمیر بودن؟ الا حمل نعم نمک تو آب انگشتای دو دست نمی شدن یعنی شروع اونا صد هزار تا اینا چی؟ الان کجای کاریم؟ حالا آقا شروع اینجوری بود شما با چهار نفر تیم شما صد هزار نفره بود تیم فوتبالتون تیم فوتبال ما هفتش نفره بازی رو شروع کن نه اینجوری نبود تکیر اندازم گذاشته بودن می بازگانه تو رو میزدن میکشتن حجاج بن سرکار سرگار مدم نهاری ناهاری نخورده که قبلش یه سر جلوش بریدن داشت که نه کلاشون در اومدن داشت تو سیره همینا در اومده جلوش سر میبریدن شیعان رو دست و پا میزد جلوش اشتها میافتاد با این کلا دیوار درست میکرد به جای سنگ خورستنگ سنگ شدن کله خالد ابن ولید رفته مالک ابن نوری مسلمون و با هم نماز خونه گفتش که دست از شمشیر بکش نماز بخونیم بعدش با هم میجنگیم تا شمشیر گذاشت زد کشتش سرشو برید گذاشت زیر دیگ همون شب با زنش زنا کرد تو دیگه قضا خورد بلند شد رفت این کیه جناب آقای خالد ابن ولید این همونی که دسته هم امیرالمومنین بست تو کوچه که خلیفه دوم اگر زنده می بود خالد ابن ولید که من به شورای شش نفره نمی سپردم قطعا خلی س... خلیفه سوم او بود تو جنگ ذات العیون هزار تا چشم در آورد هزار تا چشم در آورد تو جنگ ذات العیون اسمش شد اویون یعنی چشم ها اون سخنرانی فتوات غیر اسلامی بندر گوش کنید اگه فرصت فرمودید فوتوات کجاش اسلام غیر اسلامی بود برای همین امیرالمومنین اینو دردشون میگیره امیرالمومنین 25 سال شمشی رو غلاف کرده اینو دارن میجنگن هیچ کاری نمیکنه دوران حکومت خودش نیست شمشی رو که کشیده فقط چی از اینو کشته جز اینه این درد آور اومدن جعل کردن آقا امام حسن امام تو جنگاش بوده و فلان چون جل کردن 60 جای دیگه ریخ به هم تا هم غیر اسلامی شبهه رو جواب میدم دونه دونه رو چای امام تو جنگای تو فوتوات اینا بودن مطلقا امیر المومن تو جنگ سفن که جنگ خود جنگ جمل جنگ خودشه امام حسن و حسین جلو نمیفرستاد به محمد حنفی میگفت تو برو جلو محمد حنفی پسر امیر المومنیه برگشت گفتش بابا اون هم پسراتن من هم پسرم چون منو فقط مینازی جلو حضرت فرمود اونا چشما من تو دستمید و دست از چشما محافظت میکنن برو اونا فرزندان زهران نسل پیغمبر از طریق اینا باید من جونشون نمیتونم به خطر بندازم یکی از دلایلی که حضرت میفرماد من اون تو ماجرای کوچه و اون بیعت سکوت کردم حفظ جان حسنین بود گفتید بعد دو تا بچه خردسال بودن زیر دست و پا همونجا میکشتنشون اینا با آتش فقط حکومت رو میخواستن گفت اینو بگیر اینا حفظ بشه این نسل باید حفظ بشه آن فرد وعده داده شده از اولاد ایناست فرد و داده شده از اولاد این هاست که دختر امام حسن با پسر امام حسین با هم ازدواج میکنن و این یعنی سمت مادری از امام حسن سمت پدری از امام حسین امام سجاد علیه السلام با فاطمه باید باشه دختر امام حسن ازدواج میکنه و امام بعدی به دنیا میده یه نسل اگه میشه دیگه ببین کار به کجا رسید داشت دیگه خراب میشد هر کاری کردن چون دور شطور جمل و کلی درد نست که هفتاد تا دست قد شد فقط افسار اینو نگه داشته بودن نماد بود دیگه زره بود ازش سپر اینجوری اینجوری آویزون کردن مثل این یه حیوانی هست من نمیدونم اسم این حیوان چیه که اینجوری پولک پولک های بزرگ داره خب بعد خدمت شما میگه کرگدن <applause> خب بعد آره پولک پولک های بزرگی داره مثل مورچه خار هم چیه زبونی درازی خدمت شما عرض بکنم اونجوری درست کردن و خود کجاوه فلزی بود گفتم مرد اینجا و دور میچرخیدن سانتیفیوج میکردن یعنی هر کیمت پرت میشد میچرخ چندین بار محمد نفر نتونست امیرم رو مجبور شد امام حسن رفت و کاری کرد کارستون پای شطور که میزد میرفتن زیر پای شطور شطور به اون وزن و چند نفری نگه میشه این برجک فرماندهی ای ماست نباید سقوط کنه در میان فرزند امیر معروف که از همه شجاعتر ما حسن بود ببین از همه شجاعتر معمور بر آتش بس سخته ها بگم مثلا بزن به آدور محل باشی بعد سر تو بندازی پایین تو کوچه بیای بری هر جغله بچه‌ای بردی یه تیکه بهت بندازم اینجا اینجوری دور از شانش. از شیعه میگم تکتیر اندازم گذاشتن میزدن <تصفح> تو مسابقه فوتبال مثلا شما فرد سلطان سلیم در عثمانی که به قدرتی تو هشت سال آماری که تاریخ میده میگه تا 600 هزار تا محب علی ابن نبی طالب و کشت و آناتولی عزیزم من دارم راجع به جمعیت زمین 400 سال پیش حرف میزنم 600 هزار تا از محبان امیر رو محبان و شیعان حضرت رو در آناتولی قتل عام کرد بعد حمله کرد تو چالدوران به ایران که خدا رحمت کنه شاه اسماعیل رو اون چون این ایام, ایام دیگه میدونید که ایام اون روز عجیب چالدورانه که اونا با دیویس هزار نفر اومدن با دیویس هزار نفر سپاه ایران با 29 هزار نفر شاه اسماعیل با 300 نفر برگشت خودش فرمانده میدان انجام میداد با قزل رفتن جنگیدن با 300 نفر برگشت که شیخ شب سری رفت قرآن برد گفت تو رو به این قرآن برگرد قرآنی بود که منتصب بود به امیر المومنین خط امیر المومنین بود گفت تو رو به این قرآن جدتون برگرد کیان تشیع به خطر میگه با 300 نفر برگشت که جالبه بدونی با 29 هزار نفر جوری 200 هزار نفر رفتن جنگیدن اینو از 29 هزار نفر میگم 300 نفر برگشتن همه در عرض یکی دو روز قتل عام شدن قتل عام همه شیه دیگه از قتل عام عجب غریبی شکل گرفت از اونها 40 هزار نفر کشته شدن یعنی چری ها که اصلا آوازشون ببین یه جا میگفتن یعنی چری های عثمانی دارم یه شهر رو تحویل میدادن کپ کردن تو جنگ با ایرانیا. ها نخورده بودن طالب دیوار سفت که بفهمی که شور امام حسینی چیکار میکنه خودشون نوشتم گن یک نفر از سپاه ایران الامان نگفت تسلیم نشد یک دونه سربازشون اینو گرفتی؟ تازه اونا توپ داشتن عجیبه 600 هزار نفر رو قتل هم کرد فقط تو یه آناتولی وگرنه الان اکثریت جمعیت ترکیشیه بودن و کل جنگ 8 ساله ما دیوستو هزار نفر شهید شدن جنگ 8 ساله ما دیوستو 20 اون تو 8 سال خودش تو 600000 فرقت لونک. اینجوری بوده. میگه یه روز قدری تو بغداد 40000 نفر سر بردند اشیایان. این دیگه خیلی قدیمی تره. آقا ده نفر یه کشته بشن بمب خبری میشه تو جمعیت 8 میلیاردی زمین عجیب غریب بوده جنایت یعنی حضرات با این شرایط کارو پیش بردن که امروز خاورمیانه تحت مدیریت شیعه است و شیعه نمیخواد به جنگه اینو بدونید مبناش گذاشته بر مدارا نخواست عربستانو بزنه واقعا نخواست اماراتو واقعا بزنه نخواسته با مسلمون درگیر بشه نخواسته که اگر ایران میخواست بزنه اراده میکرد بزنه که اینا جغلا چی اینا نخواسته از و یمنی و یک چیزی نخواسته این همینجا از آسمون نمیاد که برادر من یه اتفاق افتاده زحمات کشته شده امشب تا همینجا کافیه انشالله عمری باقی بود فردا بقیه شده ما میدم ما استفاده هم بکنیم از مدعی برادر عزیزمون این فرصت هایی که آدم فرصت گریه کردن و عشق برای ما داره رو بعدا اون بر قبطه خورن خیلی همون رو یه خواب بیدن گفتن چی دوست داری مثلا برگری چیکار کنیم و من فقط برگرم برم تو مدرسه ما موسین شرکت کنم گریه کنم عشق واقعا همینو میخوام اگه قرار بود برگردم فقط برمیگشتم گریه بر رواب دلوامو کرد چون این گریه گریه بر گریه پالایش دهنده و پاک کننده فطرته برگشتم به تنظیمات کارخونه است ریختن کسافتکاری های یزیدیه که انشالله از ما این جمع دوره تجیل در فرج امام زمان سلاواتو